دکتر شما، نخستین کانال اختصاصی طبی در افغانستان. هموطنان عزیز و دوست داشتنی، من سلام، من دکتر قیس نگزاد هستم، متخصص امراض داخله. پیام های متکرر بر ما ارسال کرده بودین شما عزیزای دل، در صفحه ما پیام ها را ارسال کرده بودین، در چنل یوتیوبی که موجود است شما پیام ها را ارسال کرده بودین، که بارها در سگمنت های مختلف در مورد تشوشات جنسی بر شما معلومات رایه شده. امروز ما می خواهیم در مورد یکی از تشوشاتی که اکثر افراد از او رنج می بره و در سری گرفتن یک سلسله دواها و یا در سری گرفتن یک سلسله دواهای مشخصی که به خاطر تداوی امراض است و در سری یک سلسله امراض دیگه امکان داره این تشوش جنسی در نزد آقایان به وجود بیاید. ما می خواهیم امروز در مورد delayed ejaculation یا دیر انزالی بر شما معلومات رو کنم. در کل وقت ما در مورد پروسه انزال صحبت میکنیم، یک سلسله امراض وجود داره که امکان داره پروسه انزال را در نزد یک مرد به مشکل مواجه بسازه، یا اینکه مثلا انزال بسیار سریع واقع میشه، یا اینکه انزال بسیار دیر واقع میشه، یا اینکه مثلا مریض خوب صحیح به اوج شهوت خود میرسه ولی چیزی وجود نداره به انزال شدن، یا اینکه مریض painful ejaculation می داشته، یعنی مثلا در جریان انزال شدن درد را احساس میکنه. خب یکی از جمله از این امراضی که من پیشتر برش اشاره کردم delayed ejaculation است. وقتی که به اساس آماری که وجود داره و به اساس اطلاعاتی که مستند بر مؤاخذه معتبر طبی وجود داره، intravaginal length time یعنی دوام امی پروسه مقاربت جنسی در داخل محبل طرف مقابل وقتی که پروسه جنسی در نزد یک فرد اجرا میشه، نرمالش بین 4 تا 10 دقیقه است. به اساس ریسرچ های مختلفی که صورت گرفته ای باید بین 4 الی 10 دقیقه دوام کنه. اگر در نزد یک فرد دوام انزال به شکل متداوم، به شکل متکرر در مدت کمتر از 1 دقیقه واقع میشه و این پروسه بیشتر 6 ماه دوام میکنه و این فرد به صورت متکرر در مقاربت های جنسی خود تجربه میکنه و 75% مقاربت های جنسی شمی پروسادش حاکم میباشه، این تحت عنوان پریمچر اجیکولیشن یا انزال زود رس مورد ارزیابی قرار میگیره. چندین ویدیو در مورد ازی بر شما ارائه شده، در صورتی که معلومات میخواین به صفحه یوتیوب در این مورد سرچ کنین. خب حالا میخوایم در مورد حالت برعکس از این صحبت داشته باشم، دیر انزالی. بعضی اوقات به شکل متکرر، به شکل مداوم در نزد یک فرد پروسه انزال بسیار با تأخیر اجرا میشه، یکی اصلا انزال نمیشه فرد. اگر در نزد یک فرد دوام انزال شدن به مدت بیشتر از 25 الی 30 دقیقه بینجامه، فرد خوب به شهوت رسیده، حالت فعالیت جنسیش نرمال است، پروسه نوزش مشکل نداره، اورگازم پیش ایجاد شده، ولی انزالش به بیشتر از 25% به درازا میکشه، این تحت عنوان delayed ejaculation یا انزال دیررس مورد ارزیابی قرار میگیره. وقتی ما در مورد عوامل انزال دیررس صحبت میکنیم، عمدترین عواملی که باعث دیر انزالی در نزد یک فرد شده میتونه مستند بر مؤاخذه طبی در ابتدا به 4 کاتگوری تصنیف بندی میکنن. انزال دیررسی که در سیر آفات سیستم اعصاب مرکزی به وجود بیاید، انزال دیررسی که در سیر تشوشات اعصاب خودکار به وجود بیاید، انزال دیررسی که بعض اوقات در سیر مرض دیابت یا شکر به وجود میاید، و انزال دیررسی که در سیر بعض دواها تحسس میکنه. عمدترین دواهایی که در سیر عوارض جانبی از او امکان دارد دیر انزالی در نزد یک فرد به وجود بیاید، چند گروپی از دواهاست. نمبر اول تیازیدان، دوای فشار است. هیدروکلورتیازید، کلورتالیدن، اینا دوای فشار است، مدرر است، از جمله دواهای بهتر مثال دیوریتیک است. در ضمن از او دواهایی که تحت عنوان لوپ دیوریتیک است، مثلا فیروسامید، توریسامید، بومیتناید، اتاکارینیک اسید، اینا امکان داره دیر انزالی پیش یک فرد وجود بیاید که در تشوشات مثلا قلبی، در تشوشات مثلا فشار بلند خون، در حافات مثلا سیروز کبد به خاطر رفع کردن زایما، اینا همش استفاده داره و در سایر از امکان داره در نزد یک فرد دیر انزالی به وجود بیاید. در ضمن میتایلوپا از جمله دوای فشار است که اوقدر استفاده نداره، ولی بعض اوقات اگر پیش یک فرد استفاده شده باشه به خاطر کنترل فشار، در سیر عوارض جانبی از این امکان داره که در نزد یک فرد دیرانزالی تحسس کنه. دیرانزالی امکان داره در سیر تداوی
افرادی که مشکلات به طرح مثال شیزوفرنی ها می داشته باشند و دوای انتی سایکوتیک برای از اینها توصیه میشه، یا کسایی که وسواس فکری داره دوای انتی سایکوتیک به خاطر تاثیرات سینرژیست برای از اینها کمباین میکنن، یا کسایی که مثلا سایکوتیک دپرشن داره، اینا بعض اوقات امکان داره که من هیچ عوارض جانبی خود زود انزالی پیشون بوجوده. کسایی که خشم پرخاشگری دارن برای اینا دوا توصیه میشه، دوای مختلف انتی سایکوتیک مثل مثلا کویتاپین، مثل اریپپرازول، مثل بوسپرون، مثل مرسپایریدن، اینا همش امکان داره که بعض اوقات باعث شود تا در نزد یک فرد دیر انزالی تحسس کنه. فراموش نشه که بسپرون از جمله دواهای ضد استراب است که در کتگوری از یومت ذکر کرد. در ضمن بعضی دواهایی که تحت عنوان تریسیکلیک آنتی دپرسانت است، دواهای ضد افسردگی خاندان تی سی ای مثل ایمپرامین، کلومپرامین، مثل دواهای داگزیپین، دپوگزیتین، اینا همش امکان داره که در سایر عوارض جانبی در نزد یک فرد دیرینزولیت به وجود بیاره. در پالی از او خاندان دوای سسرای و سنارای که به خاطر تداوی پرخاشگری، به خاطر تداوی استراب، به خاطر تداوی افسردگی، به خاطر تداوی وسواس فکری استفاده میشه، مثلا فلوگزیتین، پاروگزیتین، سیتالوپرام، سیتالوپرام، دلاگزیتین، وینالفاکسین، اینا همش که هستن امکان داره در پالوی سایر عوارض جانبی بعض اوقات در نزد یک فرد دیرینزولی را به وجود بیاره و باعث لاس آف لیبیدو شوه، یعنی میل شهوت را پیش فرد کم میکنه. مثلا مریضا اکثر اوقات در کلینیک پیش ما مراجعه میکنن، میگه دکتر سی مثلا با بعد از اینکه این دوا را خورده میت نمیفهمم که مرد هستم یا زن. وقتی که تاریخچه گرفته میشه میبینی که مثلا در گذشته یک از دواهای تداوی استراب یا تداوی افسردگی یا به طور مثال تداوی دواهای فشار یا دواهایی که به خاطر مشکلات قلبی است پیش تاریخچه‌اش موجود بوده. خب حالا بحث روی از این هست که اگر در نزد یک فرد دیرینزالی تحسس کرد ما ایره چه رقم ارزیابی میکنیم؟ اول آیا فرد اگر بدون از اینکه مثلا مقاربت کنه در بیرو اگر خودارضایی داشته باشه معنی چیز خارج میشه نمیشه؟ این سوال باید مطرح شه. دوم نقطه عبارت از این هست که چه وقت پیش مریض ایجاد شده، آیا در گذشته مواد به طور مثال مخدر استفاده میکرده نمیکرده، مشکلات افسردگی داشته نداشته، مشکلات استراب داشته نداشته، اختلالات تفکر پیش موجود بوده نبوده، مورد عملیات های یورولوژی قرار گرفته نگرفته، در پالی از اینکه مریض مثلا مشکلات دیرینزالی داره سیستم تناسلیش درست خود نعوض میکنه، سیستم تناسلیش درست خود استاد میتونه نمیتونه، در گذشته شکر داشته نداشته، آیا مریض به طور مثال از جای خود که میخواد سرچرخی و گیجی تجربه میکنه نمیکنه، بی‌نظمی در تعادل فشارش موجود است نیست، به خاطر کنترل فشار در گذشته دوا استفاده کرده نکرده، تاریخچه مفصل از مریض گرفته میشه. نقطه دومی که بسیار زیاد مطرح هست و امکان داره برای ما شما کمک کننده باشه عبارت از این است که تا به حال به خاطر تداوی دیر انزالی کدام دوایی توسط FDA اپروو نشده، ولی آمار و اطلاعاتی که گرفته شده به نظر به معتبرترین گایدلاین ها امکان داره استفاده بعض دواها در نزد از این مریضا مؤثر واقع شه. خب اول اگر دوای ضد افسردگی بود، اگر دوای مثلا آنتی سایکوتیک بود، یا مثلا دواهای فشار بود، در صورت امکان ما اینو میکنیم، کوشش میکنیم که مقدارش کم کنیم یا اینکه نوعیت رو تبدیل کنیم. یک دفعه دوای اعصاب قطع نمیشه، یک دفعه مثلا دوای فشار ما به یک مریض قطع نمیکنیم. دیرینزالی یک موضوع حواسی است، فشار خدای نخواسته اگر یک دفعه بلند رفت در 200 فشار مریض خیز زده که امکان داره خدای نخواسته مریض کاندید سکته مغزی بسازه، کاندید کدام عمله مایع بسازه، کدام افت دیگر پیش با وجود بیاید. یکی موضوعات حواسی است، یکی موضوعات حیاتی است. حیاتت همیشه ارجحیت داره نسبت به حواس. بنابراین باید طور تصمیم عجولانه و بسیار به عجله گرفته نشه. نقطه دومی که بسیار زیاد مهم هست عبارت از این است که اکثر دواهایی که به خاطر تداوی استراب استفاده میشه، به خاطر تداوی افسردگی استفاده میشه، اینا در پهلوی دیگه عوارض جانبی که داره، مثلا دواهای مثل فروگزیتین و پاروگزیتین و سیتالوپرام و سیتالوپرام در کل عوارض جانبی از یایی است که اکثر اینا اشتیار زیاد میکنه، اکثر از اینا وزن مریض را زیاد میکنه، اکثر از اینا در سایر بهتر مثال استفاده کسالت، خستگی و بیشیمگی و احساس فاجع کشیدن و خواب آلودگی در پیش مریض امکان داره ایجاد کنه، میل کم میکنه، سر اسپرم تاثیرات منفی داره، مشکلات نوز را ایجاد میکنه و انزال را به تاخیر میپرده. ولی اکثر از اینا که هست قسم خصوصیت داره که به مجردی که دوا وقت قطع شد امکان داره در مدت 2 الی 6 ماه پس دوباره بدون کدام مداخله ریورس کنه، برعکس شوه و حالت نرمال پیش مریض عاده شوه. اگر این حالت عاده نشد اهتمامات دوایی توصیه میشه، کبرگولین، استفاده اکسیتوسین، سپروپتادین، بپر اوپین، باسپیرون، استفاده به طور مثال سودوفدرین،
اینا همش امکان داره در تداوی از این حالت رو داشته باشه. پس اگر در نزد یک فرد دوام انزال به مدت بیشتر از 25 تا 30 دقیقه می انجامه، ای تحت عنوان delayed ejaculation یا دیر انزالی مورد ارزیابی قرار میگیره، یکی از اختلالات امر یکی از اختلالات جنسی است، از جمله سکشوال دیزوردرها هست، باید سریع مریض به خاطر اصلاح از امر اقدام کنه. شریک سازی ویدیو فراموشتان نشه.